میخوام از زندگی زنی براتون صحبت بکنم که شاید بتونه از نظر روحی زندگی اون خیلی هم به من و هم به شما کمک بکنه یک زن اندونزیایی که با وجود اینکه در کودکی دو دستش رو از ناحیه آرنج از دست داده با پشتکار و عزمی راسخ به هدف خودش که هنر عکاسی هست رسیده و اکنون امیدوار روزی استودیوی عکاسی خودش رو هم حتی داشته باشه گزارشی با صدای سیاوش روسیده بدوی دستها و انگشتانش را از دست داده با این حال به عنوان عکاس کار می کند. دست های بدوی 44 ساله وقتی تنها دوازده ساله بود در اثر سانهی صدمه دید که منجر به قطع آنها شد. هرچند او مایل نیست جزیات حادثه که برایش رخ داده توضیح بدهد میگوید قطع کردن دستهایش زندگیش را تغییر داد و او را به هنر عکاسی معرفی کرد. بدوی که در یک خانواده متوسط بزرگ شده در سال 1989 از زبیرستان فارغ و تحصیل شد و بعد به یک مرکز هنری توان بخشی ویژه معلولین رفت. در آنجا بود که در کلاس های خیاطی و عکاسی شرکت کرد. با کمک این کلاس ها بدوی به آرزوی خود که پرداختن به حرفه عکاسی بود رسید و از آن به بعد در محله خود به کار عکاسی مشغول شد. این هنرمند اقرار می کند که اگر بازوانش را از دست نداده بود زندگیش شاید خیلی فرق می کرد. میگوید شاید هیچ وقت کشف نمی کرد که به عکاسی علاقه دارد. سواردی شوهر بدوی میگوید امیدوار است همسرش الهام بخش و مشوق دیگر معلولین باشد تا آنها نیز از توانایی هایی که دارند بیشتر استفاده کنند و هیچ وقت دل سرد نشوند. امیدوارم فعالیت های همسرم مثال و انگیزه ای برای دیگران باشه برای کسانی که شرایطی مثل اون دارن اینکه هیچ وقت با دید منفی به مسائل نگاه نکنن روسیدا با وجود اینکه بازو نداره تمام کارهایی که آدمای معمولی انجام میدن انجام میده معلم عکسبرداری برداری بدوی در سال 1985 به او یک دوربین پنتکس K1000 قرض داد و به آن تغییراتی داد تا مناسب استفاده با توانایی او باشد او به دکمه شاتر یک پیش اضافه کرد تا راحتتر بتواند عکس بگیرد تا سال 2010 بدوی برای عکسبرداری عمدتا از فیلم معمولی استفاده می کرد. به خاطر ناتوانی جسمیم دکمه شاتر رو با یه پیش تغییر دادم تا بتونم تصویرهای ثابت بگیرم که عکسا تار نشد. بدوی با شوهرش که بستنی فروش است و تنها پسرشان در روستای بوتورجو زندگی می کند. او هر روز صبح پسر سیزه سالش را برای رفتن به مدرسه آماده می کند و بعد به های روستا می رود تا برای عکسبرداری مشتری پیدا کند. پارسونو یکی از مشتریان بدوی است. او می گوید دوست دارد از بدوی و از هنر عکاسیاش حمایت کند. من برای روسیدا احترام قائلم. اون با وجود ناتوانایی جسمیش تونه این کار را انجام بده و کارشم خوبه. بدوی از مراسم عروسی، جشنهای کارنوال در روستا و رویدادهای محلی عکس می گیرد. دفتر مرکزی ناحیه نیز از او برای عکس گرفتن از مدارک استفاده می کند. او امیدوار است روزی بتواند استودیوی عکاسی خودش را باز کند و دوربین های تری بخرد. در سال 2004 دولت مرکزی جاوه یک دوربین براون مدل SR200 به او بخشید و شرکت کنون نیز اخیراً به او یک دوربین دیجیتال کنون مدل AOS 550D با فلش سپید لایت 430 هریه داده است. بدوی تصدیق می کند که توانایی جسمیش چالش برانگیز است. او می کاری که او در پنج دقیقه می تواند انجام دهد آدم های معمولی در یک دقیقه انجام می دهند. ولی این مسئله هیچ وقت مانع او در رسیدن به آرزوهایش نبوده. سیاوش علیپور، صدای آمریکا.